الله الرحمن الرحیم سبت سبت گلواجه های سلام و سلامتی در تقدیم نگاه پر از مهر محبت یکی شما بیننده های عزیز با خصوص شما هموطنان عزیزم میکنم و از خدای بزرگ آرزو میکنم که جور و من باشن و اعضای خانواده محترمتان در کنار همدگه با صفا و صمیمیت با مهر و محبت در کنار هم باشین بیننده برنامه روشنا هستن از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری که به صورت لایو و زنده با شما عزیزان هستیم و از همین شروع برنامه میخوایم بگویم که شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشین و نمبر واتسپی را زیرنویس میکنن همکاران من یادداشت کنین و در ذهن بسپارین و همکنون میتونین با ما در ارتباط باشین منتظر سوالات، پیشنهادات، انتقادات و هر صحبتی که دارین ما هستیم آرزومند بهترین لحظات هستیم برای همه شما عزیزان چهار چیز را قبل ازی که از دست بتیم باید قدرش بدانیم یک سلامتی قبل از اینکه بیمار شویم جوانی قبل از اینکه به پیری برسیم ثروت قبل از اینکه به فقر برسیم و همچنین زندگی قبل از اینکه به مرگ برسیم امیدوار هستم که لحظات زندگی خودمان را قدر شب بدانیم لحظه لحظه زندگی ما باید طبق برنامه باشه طبق آگاهی باشه و امیدوار هستم که همه ما و شما عزیزان بتانیم لحظات زندگی خودمان را هر روز پربارتر کنیم و بهترین لحظات را برای همه شما عزیزان در هر روز از خدای بزرگ خواستار هستیم شما عزیزانی که هر روز بیننده برنامه هستین امروز در روز شنبه با موضوع هوش هیجان با شما عزیزان گفتگو و صحبتهایی را آغاز کردن کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی و امروز هم با خانم رضایی عزیز هستیم و سلام علیکم میکنیم و خوش آمدید میگم سلام خانم رضایی و خوش آمدید به برنامه روشنا بسم الله الرحمن الرحیم <تصفح> به نام خدایی که حاکم است بر قلبها، ها و روح و روان افراد امیدوار که همه عزیزانی که در این لحظه بیننده برنامه هستند با آرامش خاطر و با یک ذهن پویا و اراده مستحکم همه ی هدفشان خوب زیستن بله. و بهتر شدن و انشالله به کمال رسیدن باشه آرزویی دارم که خدا به ما توفیق رو بده که همطور که شما گفتیم همه زندگی من تلاش برای بهتر شدن باشه و روز به روز این توفیق ما برای رسیدن به کامیابی به سعادت و به تکامل و کمال انشالله همراه با موفقیت باشه زنده باشین جان سپاس از خانم دکتر رضایی و همه شما عزیزانی که تا همکنون بیننده برنامه بودین و هر روز هم بیننده برنامه هستین نسبت به هوش هیجان صحبت هایی داشتن هفته پیش و هیجان تعریف کردن برای شما عزیزان و انواع او را بیان کردن بسیاری از خصومت ها بسیاری از حسادت ها در زندگی و گرفتاری ها و مشکلاتی که وجود دارم ریشه او میتونه در عدم شناخت صحیح و درک هیجانات افراد باشه ای که ما هم نگران نمیتونیم درک کنیم هیجانات همدیگر نمیشناسیم و چه خوب است که بیاییم هیجانات همدیگر بشناسیم هیجانات خود ما را و افراد جامعه را و یک قسمی است که میتونیم بسیاری از صلح و صفا و آرامش را در بین خود خانواده و جامعه ایجاد کنیم خب شاید بسیاری از شما این سوال پیش بیاید که چه قسم میتونه که هوش هیجانی چه قسم میتونه باعث صلح و آرامش در زندگی ما شوه و این هیجانات چقدر میتونه شناخت او برای ما مفید باشه بله ما هیجانات مختلفی در زندگی را تجربه میکنیم شما عزیزان بیننده شما هم حتما هیجانات زیادی را در زندگی دارین غم ترس و بسیار بسیار چیزهای دیگه که میتونه گاهی مثبت باشه گاهی منفی باشه و این هیجانات مثبت و منفی در زندگی ما وجود داره و ضروری هست ولی باید غرق آنها نشیم باید مهارت هایی را کسب کنیم که بتانیم اونها را مدیریت کنیم پس امروز میخوایم در رابطه با مدیریت هیجان صحبت کنیم بخوام دکتر رضایی عزیز و ای که بگویم خب هیجان در زندگی ما وجود داره و چرا باید ما بتانیم اونها مدیریت کنیم خواهیم بذاریم اصلا ما میخوایم امروز در مورد مدیریت هیجان صحبت کنیم درست است بله اصلا ما همین شروع برنامه میخوایم بگم با خانم رضایی آقا ما نمیخوایم اصلا مدیریت کنیم های جان ما را <تصفح> چی کار باید بکنیم چرا اصلا باید مدیریت کنیم بخوایم هم کسیم زندگی کنیم چرا که زندگی رو سخت کنیم <تصفح> همیشه مثلا به فکر ازی باشیم مدیریت بحران مدیریت های جان <تصفح> خواهی کم زندگی سخت میشه بذاریم ما هم حالت عادی زندگی خود داشته باشیم چرا باید بگم با... حالا <تصفح> بیم مدیریت های جان که چی از های جان چیست <تصفح> چرا قدر باید سخت کنیم شاید بسیار از بینندوی از این ما میالو بگویند که با الهی ما کنیم بزن ما همه حالت عادی زندگی کنیم و یه مدیریت هیجان چرا مثلا ما باید تجربه کنیم چرا باید بفهمیم چی به درد ما میخوره چی ما میخوایم تو حالت عادی زندگی کنیم آیا میشم چیزی امکان پذیر هست ای که حالا بر اساس او صحبتی که شما کردین طبیعتا شاید برای یک سری از بیننده ما سوال باشه که خب اساسا ما انسان ها منفعت طلب هستیم این زمانی که احساس کنیم که چیزی یک گپی یک صحبتی یک کاری برای ما فایده داره یعنی اگر منفعت احساس منفعت داشته باشیم بر اساس او انگیزه پیدا میکنیم و تلاش میکنیم که خب اگر چیزی برای ما منفعت داره به او برسیم نکته اینجاست که چرا باید اصلا هیجان رو شناخت و چرا باید به دنبال مدیریت هیجان بود مدیریت هیجان چه فایده ای داره ما خدمت عزیزان بزرگواری که این برنامه را از اول موضوع بحث هیجانی دنبال کردن گفتیم هیجان قسمتی از وجود ماست درسته. و طبیعتا چون برمیگرده به فیزیک ما و قسمتی بلده. از وجود ماست است قطعا در زندگی و نقش آفرین است و بهتر آن است که او را بشناسم امه. چرا باید مدیریت بکنم به خاطر اینکه ممکن است همطور که شما گفتین هر چیزی رو که او بشناسی مثلا ببینید یک وسیله من به عنوان مثال دارم میگم که ما ممکن است اخص انواع و اقسام پیالا و گلاس داشته باشیم بله. یا هم گلاس بسیار خورد خورد است که اونا مخصوص کافی و قف است درست هیچ وقت کسی مثلا یا مثلا فرض کنید در فیلم های کشور های شرق دور مثلا کره یا چین می‌بینیم که داری پیال بسیار بسیار, بسیار خوب های بسیار نفیس میخورن خب معمولا حالا به عنوان مثال وقتی حتی همین چی همین ظرف را من اگه بدانم که ای پیاله به ای سایز ای گلاسه که خود به چی کار میایم بله. فقط مخصوص کافی یا قهوه است خب بعد یک کم کلانتر میشه خوبی برای کجا مناسب است یکی هست مثلا دور فرض کنید ظرف نقره خب ای است خب این برای ببینید حتی در مورد اشیاء پیرامون اگر اونها رو بشناسیم و بعد بدونیم کیفیتی چی هست و به کجا به کار می آید طبیعتا استفاده ما مقول تره چه برسه ای به ای که چیزی از وجود ما باشه مربوط به خود ما باشه و صد درصد در زندگی ما کلان نقش ایجاد میکنه درستان. و نقش بسیار مهم و ضروری داره لذا پس او, او زمان به خاطر منفعت شخصی خودمان به خاطر اینکه تلاشمان هم همونطور که شما اول برنامه ما گفتیم ما آرزو کردم که خدای توفیق رو به ما بده که بتوانیم بهتر و بیشتر خودمان رو بشناسیم و از امکانات استفاده کنیم اگر ما بشناسم به هیجانات ما بشناسم و توان مدیریت اونا رو داشته باشم زندگیم بهتر خواهد بود بسیار عالی پس جزء از وجود, وجود, ما هست بلد و بلد. این نیاز هست که باید متوجه نیاز. او باشیم و شناخت خود را زیادتر کنیم و بیشتر کنیم کاملا هم میخوایم که مثال هایی را بیان کنیم امه. بر اساس اینیت زندگی ما مصادیق هایی که در روزمره ما مشاهده میکنیم میخوایم این هیجان هیجاناتی که وجود داره و همین هیجانی که ما جزی از وجود ما هست بر طبق صحبت شما میخوایم اینها را در زندگی روزمره خود ما بشناسیم بله. یعنی بله. مثال رو میخوایم برای بیننده عزیز ما بیان کنیم بسیار هم خب <متحدث> میخوایم یک مثال رو من خودم بیان کنم بر اساس تجربه که خودم کسب کردیم اگر اجازه بدید خواهش بله بله ما در مسیر رای که میمده مثلا دو تا موتر تکر کرده بودن خب این دو تا که درا که بودن در اینجا میمورانندهی ای که بودن در داخل میلی بسا <متحدث> <متحدث> خب فکر کنین هر دو پایین شده بودن و بسیار هیجان داشتن یعنی هیجان ترس از اینکه کدام گپ نشده باشه کدام اتفاق نفتیده باشه کد صدمه نخورده باشه این هیجان رو در وجود آنها آدم مشاهده می کرد می دید. من یک نوع از این هیجان امروز خودم به صورت عینی مشاهده کرده بودم پس ای خودش یک نوع مثال عینیت زندگی ما هست ترس درست و او هیجانی که از ترس داشت مشاهده میکردیم که چه تغییرات در وجود ظاهری از او ایجاد کرده بود درست حالا دقیقا این امی... مثالی که شما میزنید ممکنه که کم متفاوت تر باشه خیلی وقتا دیدیم که در سرک مثلا یا داخل موتر هستیم یا پیاده میاییم به مسی که تکر اتفاق میفته دو تا حالا وسیله یا حالا بایسکل باشه با ماشین یا هر مدل دیگه ای فرق نمیکنه به مسی اولا اون صدا آه. به محسی که او صدا بلند میشه همه اطرافیان یعنی هر کسی دمی سرک داره راه میره ناخداغا بدون اینکه که خودش حتی مثلا داره راه میره یک دفعه همه برمیگردن این صدای غیر طبیعی بله. اول ایجاد تعجب میکنه که هیجانه که بعد, بعد چون صدا اگر خیلی بلند باشه تا چی بود؟ آه. کی بود چی شد برمیگردین که چه اتفاق افتاد حالا نکته جالبش چیزی که تکری که شما گفتید اگر هر دو تا ترسیده باشن که خوبه در بسیاری از موارد یکی از طرفین یا هر دو تا بسیار خشمگینن آره. به محض ای که اینمی در موتر و راننده از او مثلا فرض کنید صاحب اون ماشین یا صاحب اون ماشین از موتر تمیشن روبروی هم که قرار میگیرن بعد از دو یا سه کلمه که گفتگو میکنن میبینید که کار به زد و خورد میکشه مثلا به فهاشی کشید نمیشه این گپو به خاطر چی به خاطری که هر دوی دو دو این آدم نکات منفیش نگفته آره هر دوی در آن بره. واحد دارن احساس چی رو تجربه میکنن خشم خشم یعنی ترس خشم تجربه. همه اینها رو مثال مثلا و این این ای نیز های زندگی یعنی بدون استثنا ما از لحظه ای که بیدار میشیم بره. تا لحظه ای که بخواب ممکن است بارها و بارها نگیم مثلا 10 تا 100 تا کمتر یا بیشتر چون لحظه هر کی آدم بارها و با بارها حوادث و اتفاقات و لحظه هایی در زندگی ما هست و به وجود میاد و کاملا هم طبیعیست است که هیجانات مختلفی رو در اونها تجربه میکنیم لذا پس شناخت هیجان این زندگی است این ضرورت زندگی است باید بشناسیم خب ما در جلسه قبل در برنامه قبل هیجانات رو نام بردیم و گفتیم خب چه اهمیتی داره ولی خب در قسمت دومی که هوش هیجانی رو تعریف کردیم ما چهار بود برای هوش هیجانی مطرح کردیم بعد بله. اول شناخت هیجانات خود است بعد دوم هم که شما اشاره کردید مدیریت هیجان است که در این برنامه می‌خوایم بهش بپردازیم بود سوم و چهارم باز مربوط به دیگران است چون ما تاکید ما بود که هوش هیجانی درک و آگاهی نسبت به شناخت خودمان و دیگران تنظیم هیجانات خودمان و به عبارتی دیگران, دیگران. و بهت... و تلاش برای استفاده بردن اونها برای موفقیت برای کامیابی برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم خب خب میخوایم مدیریت هیجانت تعریف بله. کنیم ان بعد از یک وقفه ای کار بکنیم که عزیزان بیننده ما آمادگی کامل داشته باشن حتی کاغذ قلم هم بگیرن که درستی تعریف را نوشته کنن و هر لحظه بتونن نور یک نگاه بکنن و یک تجدید بله. مرور داشته باشن همراه بله. ما باشین بعد از یک وقفه گزار و تشکر قدانی میکنیم از حضور همه شما عزیزان از اینکه یک برنامه رزی دقیق داشتین و امروز هم مثل همیشه بیننده برنامه روشنا هستیم با موضوع هوش هیجانی در خدمت شما عزیزان هستیم و رسیدیم به اینکه مدیریت هیجان تعریف کنیم خب هیجانی که تعریف کرده مثال ها هم زدیم برای شما حالا مدیریت هیجان چیز خانم رضایی اگر ما آنن یعنی مثلا همین لحظه من دوچار هیجان شدم درست میتونم مدیریت کنم اونا؟ اگر بلد باشین بله آها پس اول مدیریت هیجان برای ما تعریف کنید بعد از بگوین که چه قسم باید ما مدیریت کنیم بسیار خوب در مدیریت هیجان چند تا ما یک به اصطلاح داریم میگیم یک فرایند است یعنی از یک جای آغاز میشه و به یک جای ختم میشه مرحله به مرحله قدم به قدم و خب هر چقدر که جلوتر میریم طبیعتا ممکنه که نمیگیم سخت تر ممکنه <تصفح> که پیچیده تر بشه و نیاز به دقت بیشتری داشته باشه اولین مرحله در مدیریت هیجان همون نیست که در مرحله اول هوش هیجانی گفتیم اولین قدم و مهمترین قدم است که هیجانات خودمان بشناسیم بشناسیم نکته دوم باور کنیم هیجاناتمون را و بپذیریم و نکته سوم بر اساس شناخت هیجان اصلا خود او هیجان چی هست تعریفش و اینکه پذیرفتیم که قسمتی از وجود ماست و نیازی به به عبارتی حالا میگم که منظور ما باور و پذیرش حالا در قسمت سوم شروع کنیم به این که تنظیم بکنیم یعنی بر اساس یک نظم و بر اساس یک برنامه ریزی با او شناخته که من خودم از خودم دارم حالا از او هیجان به شکل درست از هیجان خودم به شکل درست و از هیجان دیگران هم به شکل درست برای استفاده هم استفاده نفع شخصی خودم هم نفع شخصی طرف مقابل خب حالا من دقیقا یک مثال میزنم کودکی فرض بگیرید حالا ما طبیعتاً معمولا از اطفال شروع میکنیم و بعد میشود در مورد کلانتر صحبت تفلی مثلا پنج ساله مادر مشغول کار کردن داخل آشپزخانه است کار خودش را میکنه یک آن می میبینی تفجیق زد ها. خیلی جیغ بلند زد و بعد از اینکه خب مادر طبیعتاً به معنی که جیغی رو میشه نگران میشه که چی شد بعد چند ثانیه اینه, اینه که طفل مثلا با یک حالت بسیار بسیار دوان دوان آمد و خودش انداخ مثلا در بغل مادر یا پاهای مادر رو گرفته و محکم این پاهای مادر رو گرفته و همچنان در حال جیغ کشیدن است بله. خب حالا ببینید مادر اول خود ورخطا میشه خب چی شد چی چی غ... ببینید بچه مثلا فرض کنید داخل و... اتاق بوده مادر داخل خانه یک فضای مثلا فاصله وجود بله داشته بله. خب بچه این فاصله رو دویده و بعد مادر احساس میکنه که مثلا به محض اینکه رو بغل کرده یا به اصطلاح بچه پشت مادر قایم شده دقیقا که خوب دقت میکنه میبینه که قلبی به شدت داره میتپه به شدت داره تون میزنه خب آه. حالا ببینید مادر برمی که طبیعتا چون نمیدانه چیه چی, چی شده؟, شده؟ چی گپ هست؟ هر چقدر که بیشتر میپرسه این بچه بیشتر چنگ میزنه ببینید آنقدر شدیده بله که توان بله. گفتنش را ناداره. نداره آه. خب ببینید نکته اول وقتی که اصلا ای الان من از کجا بفهمم کی چی شده آه. وقتی یک دفعه ای میایه و بعد محکم میگیره و ضربان قلبش به شدت بالاست بله. ببینید ما هیجانی که از ا... حالا ما میپردازیم می ان شاء به هیجان تک به تکش اول که از هیجانات طبیعی و اولیه ای ما ترسه درست ترس به خاطر چیست؟ به خاطر پدید آمدن یک چیزی که وحشت داره یعنی مواجهه روبرو شدن و یا احساس حتی گاهی وقتا ممکنه واقعی برده. هم نباشه احساسی احساس یک پدیده ای که فکر میکنم به ما آسیب میزنه آه. و ترسناکه و خطرناکه برسته. خب وقتی این بچه آمده و محکم پاهای مادر را گرفته و پشت سر او قایم شده و مثلا همچنان در حال جیغ زدن است این پرسیدن از این وقتی خب گاهی وقتا ممکنه بچه کلانتر باشه یا میزان ترس کمتر باشه جواب میده میگه مثلا ده خانه موش است و یا آه. مثلاً مثلا عقرب دیدم آه. یا مثلا فرض کنید که مد پشت پرده کسی رو دیدم یا کسی بود این اینو میتونه توضیح بده ولی زمانی که نمیتونه توضیح بده که که در مورد ما کلانترام هم اتفاق میفته دوست خانه که بیایه یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که معمولا طرف مثلا زبانش بند میشه فهم. حتی جیخ کشیده هم نمیتونه هیچی حتی یعنی انقدری ترس قویه آه. میزن که حتی تو توان فریاد زدن حالی بچه داره جیخ میزنه خب از کجا بشناسیم وقتی که معنای ترس این که مثلا طرف با تمام قوا کودک طفل من فرح. آمده چسبیده به پاهای مادر این معنای خشم نیست این به عبارتی می شود گفت زبان بدن یکی از راههایی که باید در مورد بالت. دیگران یا در مورد خودمان البته خودمان که متوجه کم تر بچه چی وقتی که بچه آمده چنگ میزنه و به شدت اصرار داره که پشت سر مادر باشه این ترسید ها دیگه ایدی الان ناراحتی نیست آه. ای الان خشمگین نیست آه. ای الان احساس تنفر نمیکنه جیغی ای که میزنه جیغ ببینید ما جیغ کشیدن رو به عنوان یک اصل دفاعی استفاده میکنیم ما موقع ما خشمگین خشم هم ممکنه جیغ بزنیم آه. موقعی موقع ترس هم ممکنه جیغ بزنیم ما احساس زمانی هم که احساس خصومت شدید میکنیم احساس نفرت میکنه، ممکن اونجا جیغ بزنیم خب هم ولی بعد از او باید حالا مثلا تشخیص ای که الان ای, ای که شما گفتید خب چه کنیم به چه درد میخوره هلای مون کنین نه نکته اینه الان برای این مادر ضروری که بدانه که بچهش چه حالتی از هیجان رو تجربه میکنه که بعد بر اساس حالت بچهش واکنش نشان بده که بهترین با وقتی بچه ترسیده نیاز به احساس امنیت داره آها درست وقتی من ترسیدم نیاز به احساس امنیت دارم گپی نیست آرام باشه بغل کرده همین که محکم بغل کردن مثلا فر نفس بکش ها بیا مثلا یکم یک آب سرد باشیم بیا مم. گلاس آب بخور خب آرام در مادرم جست. اصلا نترسی نترسی یعنی من اول شناختم که ترس داره نترسی نترسی حالا حداقل یک دقیقه دو دقیقه بچه آرامتر میشه زربان قلبش منظمتر میشه خب بچه حالا چی شده چی گپ است؟ مثلا بیا کجا بودی بیا بریم هم... هنوز نمیتونه گپ بزن بیا آه. بریم داخل اتاق بعد مثلا این اشاره میکنه به جایی که اوست ببینید خب پس اولی بحث ترس است ما یک ما چه قسم هیجان ترس و مدیریت کنم اولین با ما این تن راهکاری که از خودمون بپرسیم من از چی میدونم یک زمانی در دوره دانشجویی خودت شاید نزدیک 11 ببخشید 15 17 سال پیش اینو تجربه کردم به همین فام هم میگفتم تو از چی میترسی بعضیا میگفتن که از هیچ بعد میبرم میگفتن تو مطمئن میگی از چیزی نه. نمیسیم و نمیم از چی نمیترسم حالا همین آدمی که احساس بغ... علنا داره ابراز میکنه که من از هیچی نمیترسم در یک حال مثلا فرض کنید همین آدم که نشسته بود یک دم مثلا موبایلش داخل کیفش بود یا به چی بود صدای و یک تکانی میخورد بگم تو کمی چلزه پیش میگفتیم از چیزی نمیترسم او ترس از واقعا داره یک دفعه یا حالا ببینید واکنش نیست خب نه صدام... اگه گوشی موبایل همشه با خودم است من نسبت به گوشی موبایلم کاملا آگاهی دارم نباید شنیدنی ای برای اینجوری بکنه چرا من همش حرکتی نشون هم بدم الان ال... شبیه موضوع نیست کار روزی که مثلا یک نفر بیاد به پیشوری چشمت مثلا ناگهانی مثلا خب صدا خب این یک نوع واکنش طبیعی بدن است یعنی خب که مثلا ببینید خود آدم چه اتفاق ما از تعجب هم ببینید واکنش شما نسبت به بت... تعجب می کنه از اساسات طبیعی خب بله. تعجب که میکنیم باز واکنش شما ولی ببینید این آدم الان گوشی موبایل خودش هست دیگه چرا تکان بخوره الان گوشی موبایل خودش یعنی ای که یک وقت این که مثلا غرق در افکار خودش اینجوری میکنه ها یعنی یک دفعه از انگار از افکار خودش خارج شد این یه ای واکنش فیزیکی هیچ هم باش نیست مه. ولی این آدم به محضی که صدا یعنی چی ترسه خب ای ببینید یک اتفاق قبلش افتاده خودش احساس میکنه که ممکن است کسی به ما زنگ بزنه و مثلا شروع کنه به فحاشی شروع کنه به داد شروع کنه به فلان شروع ببینید این آدم به محضی که گوشی صدا میکنه صدای گوشی رو که میشنوه دقیقاً اون احساس ترسش ایجاد میشه در این چه اتفاقی افتاد چی شد که مثلا خب الان فلانی داره زنگ میزنه و بعد این آدم رنگش کاملا چی تغییر میکنه بله. صدای شروع میکنه به چی به حالا این رو عنوان مثال سوال اولی که گفتم مهم اینه که من میخوام هیجان ترس من مدیریت, مدیریت کنم. کنم. اول خودم از خودم بپرسم من از چی میترسم بله اولین گزینه اینه که شناخت م... مباحثی که باعث مثلا اگر این آدم شروع کنه به خودشناسی میگم من به شدت از این میترسم که پدرم بدانه که به او دروغ گفتم <applause> به شدت از این میترسم که برادرم آگاه بشه که به وسایل او دست زدم به شدت از این میترسم که خب آه. اینه عوامل ترس خب حالا که تو خودت میدانی که از این میترسی اول وقت این شناختم نکته دومش بپذیرم که پس تو حق نداری به وسایل برادرت دست بزنی پس مم. تو حق نداری یا باید تلاش کنی کاری نکنی که پدرت نسبت به تو احساس اعتماد و اطمینانش از دست بده یعنی یا احساس کنی که باعث میشه که ما ترس باشو. داشته باشیم اونها رو بیایم پیدا کنیم برای ترس طبیعی همینطور که شما گفتین ترس های طبیعی ببینید مثلا به عنوان مثال صدای یک بار بیش از اندازه خیلی بالاتر از حدی که بتنم مثلا سیستم عصبی ما او رو بپذیره یک میگزان صداهای رو قبول داریم میتونیم کاملا درک کنیم برای هر کسی هم فرق میکنه آستانه تحمل هر کسی نسبت به حواس و مختلف فرق میکنه خب من میدونم که صدای خیلی بلند صدای خیلی زیاد مرا میترسونه خب وقتی ایره میدونم جزء ترس های ماست طبیعتا به خودم میگم فلانی از این به بعد در جاهایی که ممکن است این قسم اتفاقات بیفتن نرو آه. فلانی در مکانهایی که ممکن است صدای مثلا برای کسی که بچه که حتی به حالا خیلی ساده از تاریکی میترسه شما مثلا به شهر بازی میبرید تونل بشر خب واقعا خلاف عقله خلاف منطقه بله. خب چرا چون این بچه ببینید ما یک روایت از از دام می داریم که از هر چی میترسی خود را در آن بیافکن خب بعد اینو تبیین می مواجهه کن مثلا میشد یک سبکی تحت عنوان در روانشناسی هم از او استفاده می که مواجهه یک یک سبکی برای استفاده کردن بله. مونتا به شدت پله به پله قدم به قدم شما آهسته آهسته, آهسته، ترس این بچه را از تاریکی از بین حالا او را والدتون رو بشد حالا هیجان اگر ما بخوایم بررسی امه. کنیم آیا شیوه وجود داره برای مدیریت انواع هیجان حالا خود الان ترس ما گفتیم خب. خب من با... پس بنابراین ببینید اول بشناسم ترسم امه. را و بعد ببینم دو سوال دومی من از چی میترسم خب. لیست درست کنم برای خودم از چیزهایی که میترسم اه. اونهایی که اجتناب ناپذیرند امکان اه. نداره اه. تلاش کنم که پس اون ذهنیتم رو عوض کنم یا تلاش اه. اه. کنم که میزان همون بحث مواجهه یعنی بپذیرم یادتان هست که در مورد بپذیرم که خب ببینید محیط این قسمت مجبورم اینجا باشم پس باید عادت کنم به ای صدا یا باید هر وقتی ترسیدم تلاش کنم که تر... مثلا ترس من آروم آروم کاهش بدم یک وقتی هم هست که میبینم که ترس من بر... مثلا از فلان شخص است از فلان محیط است از فلان کس است تمام تلاش کنم که او با او فرد مواجهه نکنم بله. او در اون مکان نرو ام. خب این از ترس حالا ببینید اولین قدم دو مسئله دوم هیجان بعدی هر کدوم از هیجانات مدلشان برای اول که ترس چرا ایجاد میشه ببینید این باور و پذیرش ما بسیاری از موارد مشکلی که ایجاد میشه همونطور که گفتم یه تجربه شخصی بود اصلا کلا یه کار سنفی بود به اصطلاح انجام میدیم که این از چی میترسیم یه اشتباهی بزرگی که بین ما آدم ها وجود داره اینه که نمیخوایم بپذیریم هیجاناتمون رو و به شدت مشکل ایجاد هیجاناتمون رو نمیپذیریم اصلا برای ما مهم نیست حالا قسمت شناختش هم هست و بعد ببینید وقتی که من از عزی... آدم مثلا همو بنده خدا سینگ فیلم که به مثال زدم اول گفت من از بعد از صدای زنگ موبایلش ترسید و چرا ترسیدی که چیز طبیعی گفت به خاطری که میدانم که کی به. مثلا ترس من است که الان یک اتفاق یک کاری کرده بود و میترسید که پدرش زنگ بزنه و از او بازخواست کنه که ده. چرا این کارو کردی خب پس اون میشه یکی از عوامل ترسش این کار شما که میدانی که فلانی اگر فلان رفتار رو انجام بدی بدترین واکنش نشون میده خب اون کارو انجام نده خب پس ببینید نکته دو دوم است که خیلی از ماها خصوصا در رفتارهایمون نسبت به خودمان مشکلی که داریم نیست که نمیخواهیم بپذیریم ترسمون ترس نمیخوایم را بپذیریم ما به صورت کلی اصلا ببینید یک گاهی وقتا بعضی ها یک جسارت منفی دارن نه من نمیترسم ام. بعد یا اینکه اصلا در روابط خانوادگی کسی را مسخره میکنیم ترسو یعنی ترس رو یک چیز ناخوشایند قلم داد ترس نه درست بعد خب میان برنامه ای آماده نشت از حدیثی از امام سلام، علیه السلام تقدیم عزیزان بعد از او همزمان همراه ما باشین با گفتگویی در رابطه با هوش هیجانی و مدیریت هیجان تشکر از همراهی همیشگی شما عزیزان بیننده باز هم میگم که میتونید با ما در ارتباط باشین شما عزیزان اگر سوالاتی در ذهن دارین برنامه ما بسیارت لایف و زنده هست و کارشناس محترم برنامه میتونن پاسخگوی شما عزیزان باشه و میتونین نمیال یکم تفکر کنین و ببینین که خب هیجانات شما در زندگی چی چیزهایی میتونه باشه چه هیجانی دارن در زندگی خب ترس یک نمونه بود که خانم رضایی عزیز بیان کردن شما چه هیجانی دارن در زندگی هیجانات خودتان را نوشته کنین و گاهی وقتها میبینین که این هیجانا به دو دسته میشه گاهی مثبت میشه گاهی منفی میشه اینها را اگر بشناسیم و شناخت اینها بسیار میتونه مهم و ضروری باشه در زندگی روزمره همه ما و شما خب خانم رضایی پس یک تعریفی از مدیریت هیجان داشته باشیم حالا عینیت ها و مثال هایی را بیان کردیم و از بیننده حتما نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کردن حالا یک مثال یا من اگر بگویم اجازه از خور رزایی مثلا همین غم در زندگی گاهی وقتا غم وقتی در زندگی هست این ما غرق غم میشیم که خدای نکرده میبینیم از اون طرف افسردگی میرسیم درست. دی گرفتار او میشیم اگر ما بیایم مهارت ای را پیدا کنیم که چه قسم این ای غم زندگی ای خود ما را گوشه بانیم و مدیریت کنیم مطمئنا دیگه به افسردگی گرفتار نمیشیم یه افسردگی هست. هم خودش یک دنیای گرفتاری داره برای یک بله. انسان چه در خانواده میخواد باشه چی در جامعه باشه مستلم است که افسردگی بسیار بسیار مشکلاتی داره بله. پس چه خوب است که ما مدیریت را متوجه باشیم بفهمیم حالا پس مدیریت هیجان یک تعریف بکنیم برای ما خب من در به ببارتی... در همین برنامه در قسمت قبلی خدمت دوستان گفتم یکی اینکه بشناسیم بله. دوم اینکه باور داشته باشیم و بپذیریم و سوم تنظیم کنیم هیجانات همه اینا میشه همین مدیریت, بله. خب حالا یکی رو مثال زدیم اولین هیجان ما امروز همین کام سه تا از هیجانات رو نام ببرم و بعد دقیقا همزمان با تعریف بگم که چه قسم مدیریت کنیم و چه کار باید کرد طور که گفتیم وقتی میترسی چی کار کنیم هیجان بله. دومی که بسیار به بارتی مهم است و باز در زندگی ما بسیار نقش آفرینی میکنه هیجان شادی است <applause> شادی احساس لذت کردن احساس شفت داشتن خوشحالی میشد راحت ترین مفهومی که میتوانید برای شادی مثال بزنید خنده است لبخنده حالا باز ما ببینید نکته اول شناخت شادی چیست احساس لذت لذت از کجا میاد یک وقت خاص لذت به خاطر به دست آوردن چیزی است بودن در کنار کسی است تجربه کردن یک مثلا یک مثلا گاهی وقتا از خوردن یک لیوان چای مثلا بسیار مزهدار لذت میبرم خوشحال میشم شاد بره. میشم از هم نشینی با یک دوست لذت میبرم از دیدن یک صحنه لذت میبرم از دیدن یک فیلم لذت میبرم خب اینو پس این تعریف شادی شادی مم. چیه نکته دوم بپذیریم که باور کنیم که شادی وجود داره به شدت نکته مهمی هست خوام زوری من تر بارها و بارها تجربه کردم بره. عزیزانی که برای مشاوره میان یکی که سوالای خیلی عادی که ازشون میپرسم میگم آخرین بار که خندیدی کی بود و بعضی از آدما واقعا فکر میکنن که کی خندیدن و این برانگیزه یعنی آدم چیزی تحت عنوان هیجان شادی در وجودش حالا نمیگیم نیست هست. هست, بروز نداره یا یا بدتر از او بروز داره ولی اصلا نمیدانه او افسردگی که شما در مورد غم گفتین که حالا سومین هیجان است که انشالله امروز اگر فرصت بشه به اون میپردازیم زمانی وجود میاد که شادی به شدت بله. کاهش پیدا آیا شادی نیست شادی هست ولی یه آدم یا این آدم او رو تجربه نمیکنه یا یه آدم تجربه میکنه ولی درک نداره که ما دارم دتکن. بسیار مهم است که شادی وجود داشته باشد که شادی دیده شود و شادی ابراز بشود یکی از مشکلات جدی که ما داریم در سطح خانواده ها ببینید ما در خانواده های خیلی خیلی سنتی به شدت تاکید بر قواعد و قوانین و احترام و ادب و و خب این فضا بسیار خوب است احترام چیز خوبی است ولی احترام هیچگاه به معنای نیست که پدر نتوانه با طفل چهار سال و پنج سالش بازی کنه آه. مادر نتوانه تبدیل به یک بچه 4 5 ساله بشه به چه شک شعر با, با یک لحن کودکانه بخونه احساس لذتی که از ببینید ما خودمون هم به اصطلاح حالا کودک درونی که همه استفاده میکنیم کودکی درون در درون وجود و همه ای ما هست اصلا نیاز به شادی است ما همه ای ما نیاز به شادی داریم یک هیجان کاملا طبیعی است مشکل جدی وجود داره پذیرش این اینمی مطلب است که شادی برای زندگی طبیعی لازم است ده. من به عنوان یک آدم باید حداقل ببینید یکی از کسی بپرسی آخرین باری که خندیدی کی بود و آدم فکر کنه بقید. یعنی آدم به شدت دچار مشکل است دقیقاً ای خودش یک حد اقل جان. اصلا حد آه. اقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که لا اقل در طول روز یک برای خودمان در نظر اصلا من واقعا روزی کنم حالا لذت گفتم تاکید میکنم نگردیم دنبالی که حتما من اگه فلان مثلا فلان شیء بسیار با ارزش داشته باشم مثلا برای یک خانم فلان ست طلا داشته باشم فلان انگشتر نگین فلان داشته باشم برای یک آقا فلان موتر و فلان مثلا خانه و چی و, چی و چی. نه نه ببینید اونا خوب است اونم جزو چیزایی است که لذت باشه ولی ساده تر خیلی طبیعی تر و قضیه نگاه کردن اگر یک خانم خانه داری که امینه اینمی لحظه بیننده برنامه ماست وقتی از اون میپرسی چیکار میکنم میگه از می صبح که میخزم تا و می شام خدا دائما در حال مثلا کار کردن هستم ولی خودم خسته شدم نمیدونم بی خانم میگم تا حالا شده است که خب این بسیار مثلا آشپز خوبی است اون تا حالا تجربه کردی که مثلا یک روز اینم آشی که چاشت پخته کردی داری میخوری میگه یا مراقب هستم که مثلا او طفل سه ساله نریزه آه. ده ساله مثلا فلان نکنه همسر مثلا طعم از طعم غذا لذت ببره نگه شوره. نگه مثلا ف... خوبی آدم هی... یعنی خیلی ساده میگو میگو خانم شما تو حالا از خوردن یک کاسه آش لذت بردی؟ میگه نه میگم پنده خدا تو مثلا 20 سال 17 سال 18 سال تجربه زندگی مشترک داری مادری خانه هستی خانم آشپزی در حد خیلی خوب بلدی بله. چرا تو تا حالا ولی این بسیار ضعف بزرگی است که ما نمیپذیریم که شادی جزء زندگی ماست و باید حداقل روزانه بله. اگر نگیم که یعنی هر آدمی در هر ساعتی حداقل باید یک خنده کوتاه در لبش داشته باشه یک چیز جذابی در ذهنش مرور بشه که انرژی مثبت ببینید از درون ترشح بشه یک سری هورمون ها که به سلامت یادم کمک کنه به سلامت روانی یادم کمک کنه به بهتر زندگی کردن یادم کمک کنه تاکید میکنم در مدیریت هیجان بله. شادی مه. از خودمون بپرسیم که من امروز چه چیز لذت بخشی داشتم من امروز خندیدم چقدر خندیدم بله. به کی نه به کسی نخندیم خودمان چقدر خودمان. احساس لذت بله. کردم از زندگی حتی از خوندن یک پیاله چای سبز دقیقا حتی آلان... از مثلا قیچی کردن مثلا فرض کنید ساده ساده, ساده میگم از آه. قیچی کردن و دوختن یک خیلی چیز ساده ولی خب لذت بردم که اینا میره من درست کردم دیدینم خ... بله. گرچه خیاط نیستم ولی نگاه کن اینم خوب بلدم یک آقای در دکانش بگه خب خوشا خوب مثلا من امروز درآمد خوبی داشتم حداقل مثلا یک از روپیه سود کردم این لذت بخش چیز خوبی است احساس شادی است و اگر همزمان با او یک لبخندکی هم آمد ببینید حرکت صورت بله. پیام به مغز میده که این همین حالتی که خنده, خنده ایجاد میشه بلست. پیام به مغز میده و مغز ترشح هورمون هایی رو که به سلامت ما کمک میکنه مم. زیاد میکنه حالا اگر کسی بیشتر لبخند شروع کنه به خندیدن و با صدای بلند البته نه در فضاهایی که ناخوشایند هستن با بله. صدای بلند بخنده و این شادی خیلی, خیلی راحت ابراز کنه به شدت میزان سلامتی آدم افزایش پیدا میکنه برنامه‌ریزی کنیم برای اینکه اصلا نیاز نیست که پول خرج کنی سر از او عادی در اختیار ما هست احسن سوم خب جان ها در رابطه با سوم اون صحبت بفرمایید سوال من می‌خواستم بگم که خب گاهی وقتا که ما مدیریت هیجان می‌خوایم داشته باشیم احسن. مثلا شما گفتین ترس نه مدیریت هیجان با سرکوب هیجان فرق می‌کنه حتماً همین درست 100 درصد همینطور تا نکته در مورد ترس مثلا ببینید اینکه می‌گیم که مرد که نمی‌ترسه مردم انسان است بچه مثلا بچه 11 است آره. 11 بس, بس داره گ... چرا گریه یک واکنشه ده. چرا گریه میکنیم آه. از روی خشم گریه چرا چرا اون میشه هیجان چون گریه یک واکنشه مثل خنده که یک واکنشه چرا میخندیم از روی شادی میخندیم یا از روی ترس خیلی وقت رو از روی ترس ممکن از روی از روی خشم میبینید طرف مثلا تمام از بس که فشار اومده ببینید هیچ عکس العمل دیگی نمیتونه نشون بده با صدای بلند میخنده این خنده همین قضیه که میگن که مثلا مد گریه نمیکنه اشتباه محض یعنی سرکوب کردن اون بله،, بله پس مدیریت هیجان با سرکوب مرد که نمیترسه با چه 12 ساله بگیم مرد که نمیترسه چرا آه. نترسه اصلا, آه. اصلا چرا وقتی ترس جزوی از وجود ماست چرا حالا مرد و زن نداره که دیگه جنسیتی نیست خب بله نکته مهمی خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید اینکه پز... در همون بحث پذیرش خودتون هست در نکته دوم در مدیریت هیجان میگیم باور و پذیرش هیجان وقتی هیجان ترس رو بپذیریم دیگه سرکوبش نمی کنیم آه. تلاش میکنیم که مثل اینکه گفتم بچه از تاریکی میترسه و بعد آرام کم میکن چون خب همیشه شب هست دیگه تاریکی حداقل که تاریکی است ترس نداره بیا مثلا یک بار با هم بریم بیا مثلا آهسته کم کم مثلا کلکینه باز کن نگاه کن شب هیچ گپی نیست هوا تاریک است همه جا تاریک هست. ولی اتفاقی نمیفته حالا مثلا با پدرت بیا مثلا رازینا رو برو یک کم قدم به اگه خواسته با باشن سرکوب کنن چی میشه خب قسمتی از قسمتی از وجودم رو مثلا سرکوب کنم یعنی ترس بیش از اندازه رو شما سرکوب کنین به یک شکل دیگه واکنش نشون میده گاهی وقتا مثلا اگر عزیزان دیده باشه تیک عصبی یک آدم سالم کاملا سالم مثلا در 17 سالگی در 27 سالگی یک آن شروع میکنه مثلا ناخداغا عبروی شیطون دوتون پا. ای میکنی به عبارتی تیک های عصبی در بسیاری از موارد فشار بیش از اندازه است که آه. رو میکانیسم عصبی آمده از کجا از سرکوب کردن هیجانات ما یا فشار بیش از حدی که رو سیستم عصبی ما آمده یا به خاطر خشم یا به خاطر ترس یا به خاطر غم نکته دیگه ای که در بحث به عبارتی ترس وجود داره ببینید من در حالا ترس هیجان ترس رو من به اندازه و بهینه مثلا بدانم که این چیز ترسناک است خب حالا که ترسناک است کم 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 اوره کاهش بودم یعنی امه. تلاش برای که یک بار با او مواجه بکنم سرکوب کردن ترس بیش از اندازه یا تبدیل می شود به یک تیک عصبی یا دیدید بچه‌ای که در پنج سالگی لکنت زبان می گیرن بله بچه کاملا سالم خب زبان. اصلا چرا به خاطر که ترسیده یعنی ببینید دقیقا تبدیل به یک پاسخ جسمانی میشه و اگر خوش شانس چون ببینید خو... اما میگم خوش شانسی است چون بروز پیدا میگم می میبینم که بچه دو چهار لکنت رو حالا پیگیری می کنم چی شده چی شده شوک شده از یه چیز خیلی شدیدن ترسیده اگر بروز فیزیکی پیدا کنه تبدیل به به عبارتی رفتار این قسمی نشه در درون بمانه ترسی بیش از اندازه بشه. ای بشه این رو با آدمی به شدت زلیل مم. با عزت نفس بسیار پایین بس. و اصلا قدرت ریس نداره آدمی که با وجودی که توانایی ها بسیار زیاد داره استعداد ولی کوچکترین حرکتی از خودش بروز نمیده به خاطر که میترسه دقیقا. پس تفاوت است بین سرکوب کردن و بین بله. پذیرفتن شاید بسیار از افرادی که همون گپی که ما اول برنامه گفتم که بسیار وقتا بگن که ما همونطور میخواین که حالت زندگی, زندگی کن. طبیعی داشته باشیم چرا قدر زندگی رو بر خودمون سخت کنیم خوشحال اون قسم افراد معمولا بیاین سرکوب کنن دیگه به جایی که مدیریت کنن میان سرکوب, سرکوب, میکنن بس. و او سرکوب کردن به هر همون هیجان خودش یک سری مشکلات زیاد داره برایشون به دنبال داره بله. که ببینید حتی به لحاظ اعتقادی به لحاظ دینی ما حق رو نداریم در دین ما حلال و حرام کاملا مشخص است مسیر مسیر استفاده کردن از هر آن چیزی لذت های حلال قل من حرم از اینت الله التي اخرج من من بود آیه صریح قرانه میپرسه اصلا مؤاخذه میکنه بگو چه کسی اجرات را داره مم. که حلال هایی که خدا زینت های حلالی که خدا فایده کسی نمیتونه اینا رو بگیره ما اگر جلوی شادیم ما میگیرم به یک معنی کفران نعمت این سلامتی ما است قسمتی از وجود است اگر رو رو سرکوب میکنم ببینید نمیگم بیش از اندازه افراط کنیم در بقوه. ابرازش بشناسیم و مدیریت کنیم یعنی به شکل درست و به این ازش استفاده کن. زنده باشین تشکر خانوزایی و همه شما عزیزان بیننده سپاسگزار هستیم از حضور گرمتان موفق و پیروز باشین و تا روزهای دیگه که باز هم با برنامه روشنا مهمان خانه های شما عزیزان هستیم شما را به خدا میسپاریم تا روشنای دیگه خدا نگهدار اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه